سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. من سمیه محمدی هستم، کارشناس ارشد، مدرس و مربی خیاطی در خدمتتون هستم با ادامه آموزش الگوکشی شورت و پروتز باسن. بچه اگه به این حوزه علاقه من هستید، لطفاً خواهش میکنم کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید، زنگولش هم روشن کنید که آموزش ها بهتون نشون داده بشه. ما رو به سایر دوستان خیاطتون هم معرفی کنید و سایر کانال های اینستاگرام و تلگراممون رو هم دنبال کنید. ممنونم از همتون. بچه الگوی شورت رو که کشیدیم، مانکن رو دوباره آوردم. اینا دارم برای طراحی میگم، برای کسایی که طراح هستن. خب من اومدم یه حدود 2-3 سانتی از اینجا وارد شدم دیگه، 2 سانتی وارد شدم. پس من نسبت به خط صاف کمر وسط باسن مانکن 1-2 سانتی این طرف تر میذارم. میخوام یه چیزی رو با هم چک کنیم. ببین این خط کمرم بود، خب من رو کمر گذاشتمش. این خط کمر بود، رو کمر گذاشتم 1-2 سانتی هم داخل تر. یه چسب کوچیک میزنم، این میاد از قسمت فاق و تو قسمت فاق اینجا، تو قسمت فاق دارمش اینو، درسته؟ من قد فاقش رو داشتم دیگه، بعد اومدم خط ران رو کشیدم و این میره میچسبه به ران. پس من چسبش رو روی ران میزنم. الان جوجک رو ما حساب نکردیم این وسط، پس از کمر تا فاق پشت حساب شد. رانش هم یه حدود 4-5 سانتی اینجا دارم. بریم قسمت جلو. من اومدم الگو رو دقیقاً بچا اندازه مانکن کشیدم، کشتنی پارچه رو ازش هنوز کم نکردم. این دوباره خط کمر بود، درست؟ این قسمت خط کمر بود. خط کمر بیفته، من از قسمت جلوش 1-2 سانتی کم کردم. این دقیقاً فاق میره میفته تا اینجا که بچسبه به ران. پس یه چسبم اینجا میزنم، اینم بره بچسبه اینجا. اول بیایم واسه جوجک یه مقدار بحث کنیم، بعد بیایم به قسمت پهلو. بچسبه دیگه بکنم. ببین این رانشه. میتونی رو بدن مانکن زنده بچه انجام بدید. اگه کسی مانکن نداره، میتونی رو بدن مانکن زنده همین کار رو انجام بدید. خب این کمر، این باسن کوچک، این باسن بزرگ، این ران. اگه داخل ران دیده بشه، بچه پای مانکن من تکون نمیخوره که بخوام از هم دیگه باز کنم. شما ببینید یه محدوده این وسط خالی هست و نیاز داریم که جوجک رو متصل کنیم. اگر با متر بخوام اندازه اون محدوده رو بگیرم، ببین این رانش اینجا اومده، اینم رانش اینجا اومده، از این ران تا این ران یه حدود 8 سانتی متری وسط بدن نیاز به جوجک داریم. از این ران تا این ران بره به وسط و دور بخوره. چقدر؟ ببین من دوباره اینو بیارم حالا روی الگو بحث کنیم. ببین این وسط، این یه رانم بود، درسته؟ این یه ران بود. از اینجا من 8 سانت کم دارم، این 8 سانت باید. خب بچه ما اندازه رو گرفتیم، دیدیم که یه حدود 8 سانتی این شورت وقتی که از این طرف جلو تا پشت میذارمش بین پا کم داره، درسته؟ از این طرف تا این طرف وقتی که اینجا میذارمش بین پا کم داره. هر چقدر که کم داشت، هر چقدر که این داخل کم داشت، باید به اندازه دور رانتون اضافه کنید. خب در حقیقت باید به اینجا و به اینجا اضافه بشه. مثلا من، پس من متوجه میشم که مثلا قد فاقامو کم اومدم دیگه. حالا چون کم داره یه ذره به جلو و یه ذره به پشت به اندازه که اون تو پارچه جوجک نیاز داشت. چون این مدل شورت پادار هستش و من جوجک جدا که نمیخوام بهش بدم، الگوی من همینه دقیقا. خب این بیاد تا اینجاها، اینم بیاد تا اینجاها. اگه واقعا داخلش پارچه هنوز کم داره تا به هم برسه، یه همچین فضایی رو تو در نظر بگیر توی جلو و پشت. از جوجک شورت پادار به خودش وصله، جوجک جدایی من در نظر نگرفتم تو این الگو. حالا ببینید من دوباره این از کمر میذارم، این از اینجا میخواد دوخته بشه،
این خط پهلو سر جای خودش، اینم توی این قسمت، این دوتا میرن به هم میرسن. خب کافی هم هست. این از روی باسن عبور کرده، اینم اینجا قرار میگیره، همه چی درسته. اگر که توی دور رانت احساس گشادی میکنی، شما میتونی از این قسمت، از این قسمت و از قسمت داخل اینو بگیری و تا خط باسن کوچک تقریبا یا وسط بین باسن کوچک و باسن بزرگ به صفر برسونیشی. پس هر چقدر که اضافه داری از اینجای الگو هم میتونی کم کنی. ببین مثلا من اینجا روی این پا علامت میزنم، یه حدود یکی دو سانت از این طرف، یکی دو سانت از این طرف، این زیادی داره، این وسط ها باید بیاد به صفر برسه، اینطوری. خب پس این شد الگوی قسمت پشت شورت، اینم شد الگوی قسمت جلوی شورت. من میخوام خط پهلوم درزدار باشه واقعا، چون این درزش واسه من یه جور خط راهنما برای دوخت پروتز خواهد بود. خب این دوتا رو برش دادم تا این قسمت یه مقدار تنگتر و جذب‌تر شه، قسمت کنار پهلو. ببین این پهلوشه، این جلو، اینم پشت. حالا پارچه رو میارم تا با هم دیگه یه کنترلی رو انجام بدیم. این الگو رو بذارم کنار فعلا. پارچه‌ای که میخوام استفاده کنم پارچه‌ی لاکرا کش هستش. لاکرا کش برای دوخت مایو و شورت و سوتیان دستکش، اینا عالی هستش. پارچه رو من به صورت یک لا باید پهن کنی، دور باسن شخص بگیری. خب یک لا، حالا من چون پارچم دو لا هستش، من باید یه طرفشو باز کنم. پارچه که ما داریم دو ورکشه دیگه، دو تا طرفش بسته. خب من به صورت یک لا اومدم انداختمش روی بدن، میام دو طرفش رو دور کمر میگیرم تو حالت کشش. این شورت دوست دارم تو پا چطوری وایسته، همونطوری تو حالت کشش مثلا من بدوزمش، دوست دارم قسمت کمرش اینطوری وایسته، تو قسمت کمر. خب این اندازه رو داشته باش، اول رو کمرش بحث میکنی. اینجا شد کمر، اینو با متر بگیر ببین اینجا چقدره. کمر من که 70 سانتی متر بود، اینم اگه کش نمی اومد بعد 70 سانتی می بود. اینجا که کش اومده از اینجا تا کجا اومد؟ تا اینجا. تو حالت بدون کشش تقریبا تو حالت 60 سانت، 10 سانتشو داره چی میاد؟ کش میاد. 10 سانت داره کش میاد. پس توی کمر من اندازه های کمر رو چند گرفته بودم؟ هر چند که گرفته بودم توی یک چهارماش 2.5 سانت باید کم کنم. تو قسمت کمر 2.5 سانت دیگه باید کم کنم. اما باید چک کنم ببینم آیا این 60 سانت از اون باسن میره بالا اگه اینقدر بخوام ازش کم کنم، یا بذارم همین بمونم. چون زیپ که نداره، شورت دیگه زیپ که نداره. اگه زیپ داشت میتونستیم این کارو انجام بدیم. تست بعدی، دوباره پارچه رو انداختم دوره بدن، میام بزرگترین جای بدن کجاست؟ قسمتی که از باسن بگذره، قسمتی که از باسن بگذره. من میام پارچه رو دورش دور میزنم، اینجا رو دور میزنم، میرسم به این نقطه. خب دور باسن 90 سانت بود، اینجا دلاش کنم که راحت تر متر کنم. اینجا چند سانت جواب داد؟ ببین تا اینجا جواب داد، تا اینجا به من جواب داد. 90 سانت، 90 سانت بدن از اینجا تا اینجا 35، حالا تو بگیر 35 و 35 میشه 70. 70 سانت پارچه تونست توی 90 سانت پارچه، تو 90 سانت بدن جا بگیره. یعنی توی هر یک چهارم تقریبا 5 سانتی متر از قسمت دور باسنم میتونم کم کنم. از قسمت دور کمرم 2 سانت تا 2.5 سانت، از قسمت باسنم 5 سانت پارچه اجازه میداد که کم کنم. حالا دو قسمت کن، 2.5 سانت، دو قسمت دارم میگم دیگه، 2.5 سانت توی هر یک چهارم، این یک چهارمه، 2.5 سانت توی هر یک چهارم اجازه داد من کمتر بکشم، مثلا اینجاها میشه 5 سانت هم توی قسمت باسن، این خط باسن دیگه. خب 5 سانت خط باسنم، خب الان اگه بخوام یک دونه یک دفعه کم کنم خیلی این کج میشه، خیلی کج میشه. کادرم بخوام کوچیک‌تر بکنم، یه جورایی میتونم کادر رو کوچیک‌تر کنم، یا هم که از همین کنار پهلو
اینو یک سره کلا جلو رو 2 سانت کم کنم، پشتم همینطور 2 سانت کم کنم و با خاطر جمعی مطمئن باشم که این مشکلی ایجاد نخواهد کرد. کشتانی پارچه رو اینجا اومدم روی الگو اعمال کردم. کشتانی پارچه روی الگو اعمال شد. اگه پارچه مهمی ندارید، پارچه فعلا چرک نویستون هستش و شک دارید که آیا این الگو درست هست یا خیر و تو تیراژ بالا که اول نمیان این الگو رو بزنن، یه دونه تست میزنه با همون الگویی که میخوای تیراژ بالا بزنی، اول تستتو بزن مانکنت هم که داری که چک کنیم. میریم با هم دیگه اینو بندازیم روی پارچه و برش بدیم. به این پارچه لاکرا رو از همه طرف کش میاد، خب هم از راه کش میاد هم از بیراه کش میاد، ولی خب تا جایی که ببین اونجایی که بیشتر از همه کش میاد و بنداز تو عرض بدن، اونجایی که کمتر کش میاد و بنداز توی طول بدن. اینجایی که بیشتر داره کش میاد رو توی عرض بدن بنداز. خب عرض بدن یعنی چی؟ یعنی اینطوری این داره بیشتر کش میاد، منم توی عرض میندازمش. این جلو، اینم پشت. واسه کشش بچه هیچی جا نذاشتم. برای کشش شما میتونی بری بالا، مثلا یه حدود 5 سانتی اینو بالاتر بگیری که بتونی کش دوزی کنی و روی شکمش قرار بگیره. خب اینو اینجا قرار میدم و دور تا دورش رو برش میزنی. جا دوخته آنچنانی هم نیاز نداره. خب ببخشید بچه‌ها، پس من اومدم توی لاکرا طرفی که بیشتر کش میاد و توی عرض انداختم. 1 سانتی متر جادوخ لحاظ کردم. برای کشخورش هم شما میتونید الان اینو گن یک سره در نظر بگیرید، مثلا 10 سانت اضافه تر از بالا ببری که کمرتو بیشتر جمع کنه. من فعلا 4-5 سانت بیشتر میبرم که کش دوزی رو از خودش انجام بدیم. به همین شکلی که این هست اضافه دوختش هم همونطوری بذار. برای کش سر تا سر مثلا 5 سانت که داری میذاری، 5 سانت تا این قسمتش بذار. این که شد الگوی جلو، دو تا هم پشت برش میزنیم. این هم دوباره اون قسمتی که بیشتر کش میاد میندازم روی عرض بدن. این هم اینجا میذارمش. برای که مطمئن بشید که الگو اندازه بد، شروع کنید زحمت بکشید و پروتز ها رو بدوزید روش. بل اجبار اگر که از الگوتون مطمئن نیستید، حتما باید پرو رو بگیرید. پس باید شورتتون رو به صورت ساده، حالا کش دوزیش رو نمیخواد انجام بدید، به صورت ساده باید به پرو برسونید تا بتونید تصمیم بگیرید که آیا اندازه ها اوکیه. بعد بیاین شروع کنید زحمت بکشید و پروتز ها رو روش بدوزید. از این وسطم اینجا رو باز میکنم که کش خورش باشه. خب یه الگوی جلو دارم، یه الگوی پشت دارم. میریم تا با هم دیگه اول بدوزیم و پرو بگیریم. من میرم اول، ببین دو تا جلوه دیگه، اینا دو تا جلوه هستش، اینا هم دو تا پشته. یه دونه پشت اینجا باید بدوزم، یه دونه پشتم اینجا باید بدوزم. پهلوی پشت و جلوی شماره 1 و شماره 2 رو به همدیگه وصل میکنم و میام. خب ببینید من رفتم یه دونه پشت و جلو رو اینجا به همدیگه دوختم، یه دونه هم الگوی پشت و جلو این طرف به همدیگه دوخته شد. حالا باید پرو بگیریم. ادامه شو بچه میذاریم برای جلسه آینده. انشالله با من همراه باشید تو جلسه آینده با ادامه دوخت پروتز باسن. دوستتون دارم، همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.